سلام بر شما و خبر های این ساعت خوش آمدید در آقا سرخط خبرها. بی توجهی جامعه جهانی در عملی شدن تعهداتش با افغانستان. رد گزارش سازمان شفافیت در مورد مقام سوم افغانستان در فساد از سوی ارگ. و تخطی ائتلاف عربی از قانون بین المللی در جنگ یمن. مشروع خبرها، من رابعه ابراهیم خیل هستم. جهانیان همواره وعده کمک در بخش صلح افغانستان می دهند، اما این تعهدات تاکنون عملی نگردیده است. مقامات افغان در این مورد سفرهای زیاد خارجی را انجام دادند و با تعهدات تکراری جهانیان دوباره به کشور برگشتند. ریاست اجرایه می گوید به تعهدات اخیر امیدوار است، اما در مورد جزئیات آن اکنون چیزی گفته نمی تواند. شورای عالی صلح در 5 سال گذشته تلاش های زیاد را برای تامین صلح در افغانستان نموده است. رئیس جمهور قبلی و رئیس جمهور کنونی نیز به همین هدف سفرهای زیاد انجام دادند، اما بدون تعهدات تکراری جهانیان نتیجه دیگر در پی نداشت. اکنون به خاطر تامین صلح در افغانستان علاوه بر پاکستان و آمریکا، چین نیز در این زمینه تعهد همکاری نموده است. با توجه به تعهدات گذشته، جهانیان این بار آنقدر در بخش صلح افغانستان همکاری صادقانه خواهد کرد؟ موج حدس که او کوشش مداری چی حقجمنی چی یا پاکستان د پاکستان له درس څخه زموږ سره کېږي، هم د چین یا د امریکا چې ژمنې عملي سي. دا ځل بحث تر پخوا متفاوت دی، دا ځل زموږ هیلهمندي زیاته ده. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، میگوید به تعهدات اخیر جهانیان به طور خاص پاکستان نسبت به گذشته خوشبین است، اما جزئیات بیشتر این تعهدات را ارائه نمی کند. دا ځل هغه بحثونه چې د پاکستان له درس څخه زموږ سره سوي دي، هغه تر پخوا ډېر مثبت و. نسو کولی چې ټول جزئیات ده بطن خبارسی. از سوی دیگر، کارشناسان تعهدات جهانیان را نوشته روی یخ می داند و آن را به اهداف شخصی آنان وابسته عنوان می کند. سل پس سلو که غلوان که دی او حقوی دی خپل و گرد بخاطر بنده، دی خپل و غرزون بخاطر بنده، دی خپل و شوم و مخ بخاطر بنده، دا حسی شروع کمی. مقامات بلندرتبه کشورهای جهان همواره در کنفرانس های بزرگ گفتند که تامین امنیت در افغانستان به معنای تامین امنیت منطقه و جهان است. اما تمایل میانجیگری کشورهای جهان در گفتگوها میان افغانستان و پاکستان نشان می‌دهد که اراده مبارزه جهانی بر ضد تروریسم موجود است. اما اینکه جهانیان در بخش صلح افغانستان تا چه اندازه همکاری صادقانه می‌کند، با گذشت زمان معلوم خواهد شد. قصر ریاست جمهوری گزارش سالانه سازمان جهانی شفافیت را رد کرد که گویا افغانستان کشور آلوده به فساد مقام سوم را در جهان کسب کرده است. حکومت میگوید مبارزه جدی را بر ضد فساد آغاز کرده و در این بخش دستاورد چشمگیری هم داشته است. افغانستان در سال 2015 میلادی از 111 نمره گرفته و به سطح جهان سومین کشور آلوده به فساد اعلام شده است. آگاهان امور میگویند در جریان رقابت‌های انتخاباتی دولت برای از بین بردن فساد تعهدات زیادی کرد، اما در جلوگیری از فساد کدام تلاش جدی را انجام نداده است. در جریان رقابت‌های انتخاباتی در افغانستان از شعارهای مختلف ضد فساد استفاده شد، اما با گذشت 1.5 سال نتیجه آن منفی بود. سید ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور ادعاهایی را رد کرد که گویا حکومت افغانستان برای مبارزه بر ضد فساد کدام پلان و اراده نداشته و این اداره در این بخش معلومات درست را جمع‌آوری نکرده است. هاشمی می‌افزاید حکومت در 1 سال گذشته بر ضد فساد مبارزه جدی نمود و در این بخش دستاورد هم دارد. وی میگد کمیسیون تدارکات ایجاد شده و در قراردادهای بزرگ حکومتی از فساد جلوگیری کرده و یا سطح آن را کاهش داده است. حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری دستاوردهای قابل ملاحظه داشته. و طور مثال کمیسیون تدارکات ملی را ببینید که رهبری حکومت هر هفته چندین ساعت را به خاطر مرور قراردادها سپری میکنند و قراردادهایی که 90% در گذشته مشکل داشته آل آهسته آهسته پاک شده میره و هیچ قرارداد بدون از اینکه تمام جوانب در نظر نگرفته نشده باشه تصویب نمیشه. بخش دیگهش در بخش قضایی بود که مشکلات زیادی وجود داشت و ما تانستیم در تنها 2 ماه گذشته بیش از 130 قاضی را در سطوح مختلف برکنار کرده و با در نظر داشت اصل شایسته سالاری قاضی های جدید را به وظیفه بگماریم. سازمان جهانی شفافیت
تازه در مورد کشورها گزارش سالانه خود را نشر کرد که در آن افغانستان جایگاه 166 را گرفته و بنابر موجودیت فساد سومین کشور آلوده به فساد اداری اعلام شد. سازمان جهانی شفافیت از افزایش فساد در جهان نگران است و تأکید میکند که باید در برابر این پدیده مبارزه جدی صورت گیرد. آگاهان سیاسی هم مبارزه جاری حکومت در برابر فساد را ناکام خواندند. زه فکر کوم چې تروس پورې هغه څه چې لازم وو او د ولس غوښتنه وو د فساد په مقابل کې متاسفانه چې هغه تروس پورې عملي سوی نه ده. دا ډیره څرګنده ده چې حکومت کې هیڅ نه وایي یوه قوي اراده شتون نه لري په خاطر د منځه وړلو د فساد. که چیرې یوه قوي جدي افغانه او باوجدانه اراده دلته شتون درلودلی نو اوس به موږ او تاسې شاهد د دغې څه یو متاسفانه پستلا گواه چه ده ملت ده پارا پراتلون که هم ده دیده به نو. در این گزارش سومالیا کشور نخست، کوریای شمالی دوم و افغانستان سومین کشور آلوده و فساد اداری است. پنتاگون برای رهبری نیروهای بین المللی در افغانستان جنرال جان مک نیکولسن قمندان جدید را تعیین کرد. نیکولسن پس از گرفتن رأی از سنای آمریکا به جای جان کمبل وظیفه‌اش را آغاز کرد. پنتاگون باور دارد که انتخاب نیکولسن برای رهبری نیروهای جهانی در افغانستان نتیجه خوبی را در پی خواهد داشت، زیرا وی به ماموریت پیچیده آمریکا در افغانستان خوبتر آشنایی دارد. آمریکا در افغانستان برای ماموریت افغانستان کماندان جدید را تعیین کرد. جان مایک نیکولسن از نیروهای جهانی در افغانستان رهبری می کند و پنتاگون باور دارد که نیکولسن با ماموریت پیچیده آمریکا در افغانستان خوبتر آشنایی دارد. جنرال نیکولسن رهبر فعال و مسئول توانمند برای نیروهای بین‌المللی خواهد بود. از اینکه چگونه برای نیروهای افغان ظرفیت سازی کند تا در برابر تهدیدات درازمدت عکس‌العمل اضطراری نشان داده و در برابر مشکلات جاری با حوصله‌مندی مبارزه نماییم. نیکولسن خواهد توانست و بر اهمیت ماموریت پیچیده ما در افغانستان خوبتر می‌داند. پنتاگون با این دلیل نیکولسن را به جای جنرال کمبل تعیین کرد که وی در افغانستان وظیفه اجرا کرده و بر بخش‌های مختلف آگاه است. جنرال جان کمبل به عنوان یک قمندان قوی در مدت 18 ماه در افغانستان برای ماموریت آمریکا تلاش‌ها را انجام داده. تا اکنون در طرح خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تغییرات به میان نیامده. ما در مورد تغییر این طرح نظریات قمندانان خود را مهم می‌دانیم. پنتاگون در مورد بی‌توجهی قماندان خود اظهار نظر نمی‌کند، اما با نظر می‌رسد که از ماموریت وی راضی نیست، زیرا نیکولسن را به جای کمبل تعیین کرد. جان مایک نیکولسن پیش از این در چوکات ماموریت قاطع ناتو در افغانستان وظایف مختلف را انجام داده است. پنتاگون در حال برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان قماندان جدید را تعیین می‌کند که در این اواخر جنگ در افغانستان اوج گرفته و طالبان مسلح منطقه زیاد را در کنترل خود درآوردند. گفتگوهای کابل و اسلام آباد در مورد تأسیسات در منطقه انگورعدۀ پکتیکا که از سوی پاکستان ایجاد گردیده جریان دارد. والی پکتیکا امیدواری نشان داد که این مشکل به زودی حل خواهد شد. علاوه بر والی پکتیکا، شش والی دیگر نیز گزارش های ولایات مربوطه خود را با رسانه ها شریک ساختند. بر اساس تعهد رئیس جمهور، تمام والیان به نوبت خود پیشرفت‌ها و مشکلات ولایت خود را با رسانه‌ها شریک ساختند. امین‌الله شارق والی پکتیکا می‌گوید گفتگو در مورد تأسیسات انگورعده میان حکومت افغانستان و پاکستان جریان دارد که در آینده نزدیک به آن راه حل پیدا خواهد شد. هغه عمر چې زه په جریان کې یم په دې رابطه ورسره خبرې روانې دي چې تر څو پورې هغه تأسیسات چې د پخوانی کار شروع کوو چې جوړې کړي په دې وروستیو کې په مختلفو عرصو کې خبرې کېږي. امید دی چې دغه ستونزه د دواړو حکومتونو په کچه باندې سره ډېر ژر حل شي. وی میگوید پاکستان تلاش میکند تا با باشندگان این ولایت کارتهای هویت پاکستان را توضیح نماید. یو به هم تر اوسه پورې حاضر نه دی او حاضر به دې ته نشي، سره دی چې ډېرو پاداشونو ورته پیشنهادونه شوي چې د هغوی یا کارتونه واخلي او یا د هغوی فشار ته غاړه کېږدي. او دا د ټولو افغانانو خاصه ده، په خاص ډول د پکتیکا د باغیرته ولس کاملا مطمئن اوسئ چې د پاکستان کارت به دوی په جب کې ونه ساتي او بالاخره به هغې خوا ته مشکل پیدا نه کړي. نصرت الله ارسلا والی پکتیا گزارش های موجودیت داعش در این ولایت را رد کرد. چند قبل گزارش ها مبنی بر آغاز فعالیت گروه داعش در پکتیا به نشر رسیده.
امنیتی ګواښونه کله ناکله به کېږي. دوه درې میاشتې مخکې په سمکنۍ او پټان کې موږ جنگ درلوده او خلکو میړانه وښودله، د ولسونه خپله راپاسېدل او د اردو سره یې په څنګ کې جنګ وکړ او خپله ولسوالۍ وساتله. نو په هغه اساس باندې داعش موجود زه قطیره دوم او پکتیا کې نشته. والی های پنجشیر، جوزجان، غور و زابل نیز معلومات در مورد پیشرفت ها و مشکلات موجود در ولایت خود ارائه کردند. بالای برای تهدیدات امنیتی هماهنگی خوب میان نیروهای امنیتی ایجاد شد. فعلا در بین نیروهای امنیتی مستقر در ولایت جوزجان کاملا هماهنگی خوب وجود دارد. د خپل دولت څخه حمایت ونک، د خپل امنیتی ځواکونو څخه امنیت ونک، بیا زموږ مشکلات ډیریږي. مناطق مثل پنجشیر که امن است الحمدلله 100% و بعض اکثر مناطق دیگه هم، چطور شوه که حکومت یا در مجموع دولت بتونه امنیت از مناطق امن توسعه بده به مناطق چهار طرفش که ناامن است؟ قسمتی از اقوام مختلفی که هستن منازعه وجود داره، جنگ ها وجود داره و ما در حوزه حکومت داری به عنوان عمده ترین اجندا رفع منازعات و نزدیک ساختن اقوام داریم. در این کنفرانس بجای عطا محمد نور، سرپرست والی بلخ نماینده وی شرکت کرده بود. پرسش اصلی این است که چرا عطا محمد نور در چنین کنفرانس ها اشتراک نمی کند؟ خوب است که این را وضاحت بدم که اصلا بحث اشتراک نکردن والی صاحب بلخ به این دلیل نیست که اونها نخواستن اشتراک کنن. اونها پیش از اینکه این برنامه تاریخش تعیین بشه به سفر خارج از کشور رفتن با حکم رئیس صاحب جمهور و این موضوع نیست که اونها نخواستن و به خاطر همون یک نماینده با صلاحیتشان روان کردن به کابل و اونها کسی بودن که هر اون چیزی که صحبت میکردن صحبت های والی صاحب بلخ بود. مقامات اداره ارگان های محلی میگوید تا دو ماه آینده مشکلات سرپرستی در ولایات پایان می‌یابد. فعالیت‌های داعش در حال گسترش است. اعضای شورای ولایتی کنر از مردم می‌خواهند که خود را از فتنه داعش نجات و در مناطق خود برای این گروه جان دهند. در این حال ولی کنر شماره از مقامات حکومتی را مورد انتقاد قرار داده می‌گوید که به سبب کارهای آنان شماره افراد در صفوف مخالفین پیوستند. بزرگان قومی ولسوالی های چپ در آمانگاه حمایت خود را از نیروهای امنیتی اعلام کردند. ویدلا کریمزای ولی کنر در این جلسه بزرگ قومی گفت شمار مقامات دولتی و مسئولین مردم را مجبور ساخته تا از حکومت فاصله گیرد و به صفوف مخالفین بپیوندند. نن پرانو اوغچا تا وروی دوغچا پسانکی وداری صدا افغانستان دښمنان. اسیدگر جمال الدین سیار رئیس شورای ولایتی کنر نگرانی خود را از گسترش داعش به این ولایت ابراز کرد و از مردم خواست که در برابر این گروه ایستادگی نماید. چه وسه بلا فتنه چې داعش په نام باندې راځي او زمون کو ولسونو باندې به تطبیقیږي په ولسونو د غږ دی چې دغه دونه ځان وساتي او د افغانستان د مظلوم ملت مظلوم ولس نور په دغه پروژو ښکار نشي. در ای پیچ که ده ها کیلومتر دورتر از مرکز موقعیت دارد با موجودیت نیروهای خارجی یکی از مناطق ناامن این ولایت بود، اما اکنون امنیت آن تامین است. در این اواخر گزارش ها در مورد موجودیت جنگجویان داعش در بعضی ولایات شرقی به نشر می رسد که اکنون مقامات ولایت کنر نیز در مورد آن نگرانند. جلال الدین ربانی از برادر خود صلاح الدین ربانی می‌خواهد که قاتلین پدر خود را آشکار سازد. جلال الدین ربانی که اکنون در کانادا زندگی می‌کند، با نشر کلیپ‌های ویدئویی از طریق فیسبوک اعضای حزب جمعیت را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید اعضای کنونی جمعیت اسلامی در قتل رهبران خود دست دارند. ربانی می‌گوید شماره حلقات در افغانستان تلاش می‌کنند تا از تجارت وی در کشورهای خارجی جلوگیری نمایند. جلال الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی رهبر پیشین جمعیت اسلامی افغانستان که اکنون در کانادا زندگی می کند، از یک سال بدین سو در هر 24 ساعت در مورد مسائل افغانستان یک ویدیو کلیپ روی صفحه اینترنتی فیسبوک به نشر می رساند و در یک ویدیوی تازه نشر خود از صلاح الدین ربانی می خواهد که قاتلین پدرش را آشکار سازد. ما بچه استاد ربانی سم جانب ادر فهمیدی؟ من حق ما گرفته نیستم، حق ما از پیشتان میگیرم لالا، حق ما میگیرم. صلاح الدین ربانی پدر ما را کی کشته؟
این پسر استاد ربانی در کلپ های ویدیویی خود اعضای کنونی جمعیت اسلامی را مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید که اعضای کنونی این حزب در کشتن رهبران خود دست دارند. با آنکه جلال الدین ربانی از کسی نام نگرفته، اما می گوید که شماری از حلقات در افغانستان تلاش می کند تا تجارت وی در خارج از کشور جلوگیری نماید. که غیر از عامر سبی مسعود در پنجشیر که انتحاری زدش، چرا یک برادر دیگر در پنجشیر انتحاری نمیدونه؟ امی کلانایتان در پرسان نمیکنی؟ امی قانونی را چرا انتحاری نمیدونه؟ امی دکتر عبدالله را چرا انتحاری نمیدونه؟ امی امرالله را چرا انتحاری نمیدونه؟ از خاطری که اینمی مردم ها در قتل اینمی بزرگاشان کلان هستن، فهمید اینمی ها شاید در قتل اینمی ها داخل باشن، از خاطر اونمی است که اینمی ها را کسی نمیزنه؟ چرا استاد ربانی رو مردم میکشه؟ چرا مرد در کانادا کسی نمیمونه؟ وی میگوید که از سوی شمار قماندانان جمعیت اسلامی که اکنون در پست های بلند دولتی کار میکنند تهدید میگردد. شایعاتی وجود دارد که گویا عبدالله عبدالله رئیس اجرایه از طرف پلیس انترپول امر گرفتاری جلال الدین ربانی را داده است، اما ریاست اجرایه به طور رسمی آن را تایید نکرده است. خبرهای جهان لحظات بعد تقدیم میگردد. این هم چند خبر از جهان. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن از قانون بین المللی دخطی کرده است. ناظران سازمان ملل متحد در مورد جنگ یمن بررسی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده است. در این گزارش ناظران سازمان ملل آمده است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی جاهای عامه را، مراکز صحی، مکاتب و فابریکه ها را مورد هدف قرار داده است. ناظران سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد جنگ یمن با شورای امنیت گفته است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جریان حملات هوایی در یمن بیشتر افراد ملکی و جاهای عامه را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش عربستان در یمن از بمب‌های تولید بریتانیا استفاده کرده است. گروه حقوق بشر همچنان از آمریکا و بریتانیا خواسته است که فروش سلاح بر عربستان را توقف دهند. ناظران سازمان ملل در گزارش آخر خود 119 حمله هوایی ائتلاف عربی را ثبت کرده که در آن از قانون جهانی تخطی کرده است. بر اساس گزارش ها در حملات هوایی ائتلاف عربی بر رهبری عربستان سعودی کمپ‌های مهاجرین، مراسم ازدواج، بس‌های عامه، شفاخانه ها، مکاتب، ساختمان های رهایشی و فابریکه ها هدف قرار گرفتند. ناظران سازمان ملل از کشورهای عضو شورای امنیت خواستند که برای تخطی کنندگان جنگ یمن یک کمیسیون نظارت را تعیین نماید. ایران بعد از رفع تحریم‌های جهانی تلاش‌های خود را به هدف تقویت اقتصاد این کشور آغاز کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به فرانسه سفر کرده و با مقامات این کشور در مورد مسائل اقتصادی صحبت نموده است و همچنان از شرکت‌های فرانسوی خواسته است تا در ایران سرمایه‌گذاری نمایند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان سفر خود به کشورهای اروپایی به فرانسه رسیده است و با مقامات بلند رتبه فرانسوی در مورد روابط دو کشور صحبت کرده است. رئیس جمهور ایران در صحبت خود با مقامات فرانسوی افزود که دروازه های ایران برای سرمایه گذاری خارجی باز است. بر اساس گزارش ها در این سفر اعضای کابینه و نمایندگان ارگان های تجارتی ایران همراهی حسن روحانی میکرد. رئیس جمهور ایران همچنان با رؤسای شمار شرکت های فرانسوی دیدار نموده و با آنان اطمینان داده است که اکنون در برابر سرمایه گذاری شرکت های خارجی در این کشور هیچ مشکل وجود ندارد. بر اساس گزارش ها رئیس جمهور ایران با مقامات فرانسوی در مورد وضعیت کنونی آسیای میانه نیز گفتگو نموده است. سرویس خبری ما در همین جا به پایان می رسد. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.